دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران با ماست. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر صادقی، با توجه به هشدار سازمان ملل درباره احتمال وقوع بحران انسانی جدید در خاورمیانه، چه اقداماتی باید برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از سرازی شدن موج جدید پناهندگان به سمت اروپا صورت گیرد؟ سلام میکنم به شما و بینندگان محترم. ببینید، بحث مهاجرت که به دنبال عصر جهانی شدن و باز شدن مرزها بیشتر اتفاق افتاد، در بعد اولش اصلا خطری نبود. یعنی جویندگان برای پیدا کردن کار به کشورهای پیشرفته و اون کشورهای پیشرفته هم سعی میکردن که از این نیروها که از نیروی کار خودشون ارزون تر بود استفاده کنن. منتها وقتی یه مرحله میریم جلوتر و جنگی رخ میده، دیگه بحث مهاجران و جوی کار نیست، بحث پناهندگان و آوارگان هست. ما جنگ زمان داعش رو یادمونه. ببینید، یکی از بزرگترین معضلات اون موقع برای اروپایی ها همین بحث آوارگان بود که باعث این شد که خودشون به این فکر بیفتن که هر چه سریع تر این بحران رو خاتمه بدن. به نظر من این باید ریشه‌ای نگاه کرد. راه حلش اینه که الان که یه بحرانی داره در خاورمیانه اتفاق میفته بسیار بزرگتر از بحران زمان جنگ داعش و کشورهای بیشتری ممکن درگیر باشن، اروپایی‌ها از این عقلانیتشون استفاده کنن و سعی کنن اگر نمیتونن در کوتاه مدت این بحران رو از بین ببرن، حداقل این بحران محدود بشه و با کمک‌هایی که میکنن اون تخریب ها ساخته بشه، یه جوری بشه که سیل آوارگان دوباره حرکت نکنن و واقعا یه معضل خیلی بزرگیه. بله، سپاس از شما. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران.